سلام، با 180 ثانیه سه‌شنبه 29 آبان ماه همراه ما باشید. کارگران گروه ملی فولاد اهواز امروز سه‌شنبه در 11 روز از اعتصاب و 9 روز تجمع اعتراضی خود در شعارهایی وضعیت بیکاری و تورم اقتصادی را بلای جان مردم دانستند. کارگران اعتصابی کارخانه نیشکر هفت تپه امروز سه‌شنبه نیز با تجمع در مقابل بانک ملی شعبه اهواز این بانک را ام الفساد این شهر دانستند. همزمان با سالروز تصویب قانون کار، جمعی از کارگران در مقابل خانه کارگر در تهران تجمع کردند تا خواسته های عمدتاً معیشتی خود را به گوش مسئولان برسانند. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا بر سر بررسی اعمال تحریم علیه ایران به دلیل دو حمله تروریستی نافرجام در اروپا که سازمان‌های اطلاعاتی ایران مسئول آن شناخته شدند، به توافق رسیدند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که 15 نماینده در پارلمان اروپا از سکوت اتحادیه انتقاد کردند. از سوی دیگر برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران نیز گفته است وقتی شرکت‌های خارجی با حکومت ایران داد و ستد بکنند، احتمالاً به تروریسم کمک مالی می‌کنند. دستگاه قضایی فدرال آمریکا در نیویورک بانک سوسیته جنرال فرانسه را به جرم نقض تحریم‌ها علیه ایران، کوبا، سودان و لیبی به 1.34 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا در سفر به تهران گفت من این موضوع را برای مقام‌های ایرانی روشن کردم که اگر آنها بخواهند از موضوع دو تابعیتی‌ها به عنوان اهرم فشار سیاسی استفاده کنند، برایشان پیامدهایی خواهد داشت و بریتانیا اجازه نخواهد داد که چنین چیزی اتفاق بیفتد و هزینه این نداشته باشد. او همچنین از وضعیتی که حکومت ایران برای کودک نازنین زاغری و دوری از مادرش به وجود آورده انتقاد کرد. هدر نورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است خامنه ای ادعا می کند هیچ مردم سالاری در دنیا ماننده مردم سالاری در ایران واقعی نیست، اما مردم سالاری های واقعی کارگرانی را که به طور مسالمت آمیز درباره حقوق معوقه خود اعتراض می کنند دستگیر نمی کند.